اگر این حسن رو داشته باشه واقعا عالی. آره واقعا. سلام و درود رفقا، حالتون چطوره؟ به چنل خودتون خوش اومدید. امروز دوباره اومدیم همراه مادر عزیزم، میخوایم بریم به 10 تا ویژگی مثبت رئیس جمهورشون دکتر نجیب الله، میخوایم ریاکشن بریم. میخواد تو این ویدیو میخواد بگه 10 تا از نکات مثبتی که داشته، میخوایم ریاکشن بریم. باز اگه صحیح غلط بودن این ویدیو رو حتما برام کامنت بنویسید، بگید بچه‌ها چه واقعیت داشته یا نه، چون ما نمیدونیم، ما در اساس ویدیو داریم میریم. بیشتر هم اگه بدونیم مثلا چیز بشه، اطلاعاتمون بی‌شکست بشه، از نظرات شماست. بدون معطلی امیدوارم تا انتهای ویدیو همراه ما باشید، بریم سراغ ویدیو. ده ویژگی برتر شخصیت دکتر نجیب الله رئیس جمهور فقید کشور. دکتر نجیب الله یکی از نامدارترین سیاستمداران معاصر افغانستان است که زندگی سیاسیش مملو از چالش‌ها و نابسامانی‌های آن زمان بود. او زمان به کرسی ریاست جمهوری تکیه زد که ارتش شوروی سابق آرام آرام افغانستان را ترک می‌کردند و گروه‌های مجاهدین در گوشه و کنار کشور علی نظام حاکم دست به شورش می‌زدند. مداخلات پاکستان توسط گروه‌های مجاهدین و حمایت کشورهای غربی از آنها عرصه را برای دکتر نجیب تنگ کرده بود، اما با آن هم او توانست 2 سال حکومتداری کند. هرچند از امکانات نظامی و ارتش بالا برخوردار بود، اما او نخواست در برابر هممیهنانش از قوی قهری استفاده کند. دو سال مثلا چیز کرده، ولی باز میگه مثلا نمیخواسته از مردم مثلا به عنوان چیزی استفاده بکنه، بیشتر میخواسته حلش بکنه یه جور مشکل و دیگه. خواست در برابر هممیهنانش از قوی قهری استفاده کند. بسیاری از منتقدانش بردباری بیش از حد او را در برابر مجاهدین ضعفی او تلقی میکردند، اما جنگ جلال آباد و پیروزی قاطع حکومت نجیب بر گروه های مجاهدین و ارتش پاکستان نشان داد که او می تواند در صورت استفاده از امکانات نظامی و پیروزی دست پیدا کند. اما او دست صلح و دوستی دراز کرد تا باشد توافقنامه صلح را میان گروه های مجاهدین و دولت افغانستان امضا کند، که در نهایت به نتیجه نرسید. آره بوده. فقط میخواست آقا میگفت بگو جنگ نکنید، فقط میخوام یه جور حل بشه این موضوع دیگه. درسته. نمیخواست مثلا از طریق جنگ بره جلو یا خونریزی مثلا چیز، میگه با طریق صلح بریم جلو دیگه. به نظر من حسن خوبیه. آره این صلح واقعا کارش خوب بود، ولی خب باز به نتیجه نرسید. به نظر گروه های مجاهدین و دولت افغانستان امضا کند که در نهایت به نتیجه نرسید. او در طول 2 سال حکومتش شاهد خیانت و فریب نزدیکترین افراد خود شد. از برادرش گرفته تا همحزبی‌های نزدیکش به او پشت کردند و حتی علیه او کودتا کردند. با باور کارشناسان بیشترین ضربه را دکتر نجیب از درون حزب و دولت خود خورد، بیش از آن که از گروه‌های مجاهدین بخورد. یعنی همش بیشترین زخمی که خورده از خودیا بوده در اثر میگه. جنگ داخلی. آره جنگ‌های داخلی. یعنی اگه پوشش بودن باز بهتر بود. دوران زمامداریش تمامی حوادث بعدی را پیش بینی نمود و بارها از وضعیت جاری که اکنون دامنگیر ماست سخنها گفت، اما کسی او را جدی نگرفتند. بعد از سقوط حکومت دکتر نجیب، افغانستان هرگز روز خوش را ندید و تا امروز بدبختی ها دامنگیر این کشور است. اکنون 10 ویژگی برتر شخصیتی دکتر نجیب را برای شما شرح می‌دهیم. شماره 1، شخص مقتدر و قوی هیکل بود. از نظر جسمی و روحی از توانمندی بالا برخوردار بود و تاکنون هیچ رئیس جمهور به اندازه دکتر نجیب خوش هیکل و توانمند نبودند و نیستند. شماره 2، سخنران توانا بود. فصاحت و بلاغت بالایی در هنگام سخن گفتن داشت. همیشه در سخنرانیش از آیات قرآن کریم و اشعار شاعران استفاده می نمود. دقیقا اینو یادم تو سخنرانیاش، ما یکی دوتا از سخنرانیاش هم که رفته بودیم قشنگ همینجوری صحبت میکرد، جوری که اصلا به دل آدم بشینه. درست. منطقی صحبت میکرد. خب با منطق اومده. آره دیگه. آره دیگه با منطق درسته. صحبت میکرده بیشتر. و این امر باعث تاثیرگذاری بالای شنونده و بیننده داشت. در قسمت سخنرانی نیز تاکنون هیچ رئیس جمهور و رهبر در افغانستان به اندازه دکتر نجیب توانمند نبودند و نیستند. شماره 3، مهربان بود.
خانم فتانه همسر دکتر نجیب میگوید که او خیلی مهربان و دلسوز بود. با اعضای خانواده و حتی نسبت به تمام مردم افغانستان مهربانی داشت. یعنی همون محبتی که به خانوادهش میکرده ملت خودش هم مثل خانواده خودش قبول داشته. وقتی میگه خانومش میگه مثلا همیشه مهربون بوده، خب همون برخوردم با مردم داشته واقعا. نمی اومده مثلا یه حرکتو با اون بزنه با یه حرکتو با یه کسی دیگه. میگه همونجوری چون ما دیده بودیم تو ویدیو دیده بودیم که سر میزد به مردم، سر میزد به سربازا. میگم این ویژگی مثبتی بوده که ما دیدیم. آره داخل خیلی هم. از ویدیوهاش ما دیدیم که بیشتر دلجویی میکرد، دلجویی میکرد واقعا، دلش با حال مردم میسوخت. الان هم اول ویدیو هم داشت میگفت، میگفتش آقا ما می‌خواستیم صلح بکنیم، نمیخوایم از طریق جنگ بریم جلو، که آخرش هم نشد. شماره 4، مرد با اقتدار بود. اقتدار و شجاعت او باعث پیشرفت‌های سریع در زندگی او شد و این امر حتی او را به ریاست جمهوری کشاند. شماره 5، شجاع بود. شجاعت و دلیری منحصر به فرد داشت. از انجام کارهای بزرگ ترسی نداشت. همین واگذاری دولت و توافق با گروه‌های جهادی نیز از نهایت شجاعت و دلیری او بود و او دلبسته مقام ریاست جمهوری نبود. شماره 6، بیشتر تو بین مردم بوده، در از پیش سربازا و اینا بوده دیگه، بدون بادیگارد و بدون آره اصلا میگم دور نمی اومده که مثلا رئیس جمهور ما مثلا میگه مثلا چیز باشه، همیشه بین مردمی بوده. آره به ندرت پیش میاد که رئیس جمهور ایران بخواد داخل مردم باشه. آره وطن دوست بود، یک شخص ملی‌گرا و وطن دوست بود. او دشمن سرسخت پاکستان بود و سیاست‌های استعماری پاکستان نفرت داشت. پاکستان نیز دشمن دکتر نجیب بود و دلیلش این بود که به خواستهای پاکستان تن نمی‌داد. شماره 7، شخص پاک و عاری از فساد بود. زندگی معمولی مثل سایر مردم افغانستان داشت. در هیچ نقطه افغانستان جایداد ندارد و از پول و دارایی بیت المال برای خود ثروت اندوزی نکرد. اگر این حسن رو داشته باشه و یعنی داشته بود که واقعا عالی. آره واقعا عالی که اصلا همچین حرکتی نزده باشه واقعا هم کار شرف نداره. چون اصلا من تا حالا ندیدم که مثلا کسی حالا سیاستی دولتی مثلا چیز باشه بعد از اون پول مثلا کنار نزده باشه، مثلا مال و ملای آره باشه. این حرکتشو خیلی دوست. زمان زمامداریش فساد اداری، اختلاس، رشوت و مواد مخدر از واژه‌های ناآشنا برای دولت و مردم افغانستان بودند. شماره 8، با تقوا بود. فساد اخلاقی نداشت و عشق و محبت بی‌پایان نسبت به خانواده‌اش داشت. شماره 9، شخص هدفمند بود. از همان آوان کودکی در زندگی هدف داشت و هدفمند گام برداشت تا بالاخره به ریاست جمهوری رسید. اما هدفی که نتوانست به او برسد، صلح سراسری در افغانستان بود. دقیقاً میگه آقا همش می‌خواسته صلحو برقرار بکنه دیگه. پس هدفش این بوده. هدفش این کسی که وقتی آقا رشوه و اینا رو اصلا به جرم می‌بینه، وقتی خودش پول و اینا نمیذاره کنار برای خودش یه زندگی ساده داشته، تهش همین صلح و اینا رو می‌خواسته. چیز دیگه‌ای به اسم لازم نداشته دیگه. و بالاخره شماره 10، تفکر بلند داشت. هیچ رهبر در افغانستان به اندازه دکتر نجیب تفکر بلند نداشت و ندارند. دکتر نجیب الله از وضعیت جاری آگاهی کامل داشت و آینده را به خوبی پیش بین بود. تفکر و اندیشه های والای او متاسفانه از سوی رقیبانش مورد قبول قرار نگرفت و با او از در دشمنی پیش آمدند. اندیشه ها، تفکر، پیش بینی ها و سخنانی هایش تا امروز مورد پسند و حسرت بسیاری از مردم افغانستانند. میگم پس خیلی به خاطر همینه خیلی طرفدارم داره دیگه، به خاطر همونه واقعا که اصلا دوست داره از روی صلح بره جلو، یعنی مردمی پسند. آره میگم نکات مثبتی که داخل این ویدیو گفته دیگه، حالا نمیدونم نکات منفیشیه، نکات مثبت شما داریم میگیم الان صحبت میکنیم که این حرکت رو زده. بعد از وفات تربت ما در زمین مجو، در سینه های مردم دانا مزار ماست. نمیدونم، من میگم نمیدونم ترورش کردن مرد نفهمیدم. بچه بگید میگم من چون زندگی نامش تا حالا ریاکشن نرفتیم، پیگیر سیاست هم تا حالا نشدم که بخوام اینجوری پیش بریم جلو.
ولی بگید اگر مستندی چیزی هم پیدا بکنیم حتما ریاکشنشون میگیره. خیلی قشنگ بود انصافا. کسی که مردمی فکر بکنه و اینجور چیزی واقعا کار شرف نداره از نظر من. تو نظرت؟ من نظرم واقعا در مورد اینکه فساد نمیکرد واقعا برام جذاب بود. یعنی واقعا نشنیدم که بخواد کسی بیاد روی کار باز از این کارا نکرده باشه واقعا. ولی خب این به نظرم خیلی جذاب بود. آره واقعا. باز بگید بچه ها صحت این ویدیو رو برام کامنت بذارید، دونه دونه شون رو میخونیم، نکات منفیش هم برام بنویسید. ما یه طرفش رو داریم یه بعدش رو داریم میبینیم، نکات منفیش هم بگید. اطلاعاتمون در مورد این موضوع کمه. آره خوشحال میشیم بشنویم. شاید من یه ویدیو درست بکنم نکات منفیش هم بذارم. چرا چیز بشه همش بگیم نکات مثبت. نکات منفیش هم براتون میذاریم اگه پیدا بکنم. زندگی نامش هم پیدا بکنیم حتما ریاکشنشو میریم. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو همراه ما بودین. مثل همیشه خیلی عشقید. تا ویدیو بعدی فعلا.